یکی از عجیبترین معماهای تاریخ برمیگرده به پدیده آتش گرفتن خود به خود انسان، یعنی بدون هیچ اتفاقی آدم آتیش بگیره تا به خاکستر تبدیل بشه. اگر ندونین قضیه چیه، مطمئنن نمیتونین معمای چنین مرگی رو حل کنین. فرض کنین یه روز به خونه میرین و میبینین یکی از دوستاتون تو اتاق تبدیل به خاکستر شده. پلیس رو خبر میکنین، هر جا رو میگردن چیزی پیدا نمیکنن. هیچ اثری از قتل نیست، نشونه ای از خودکشی هم نیست. پلیس به خود شما شک میکنه که دوستتون رو به یک روش جدیدی کشتین، چون هیچی پیدا نمیکنه. این پدیده کلی آدم کشته و یک نمونه واقعیش توی قرن 20 اتفاق افتاده که توی این ویدیو بهش میپردازیم. شاید چنین چیزی رو معمولا تو فیلمای ترسناک ببینیم، ولی به هر حال این پدیده هم اتفاقی نیست که شما انتظار داشته باشین هر روز تو زندگیتون دیده بشه. بیاین یک مورد رو از این اتفاق بررسی کنیم، بعد ببینیم چرا پدیده احتراق یا آتش گرفتن خود به خود انسان اتفاق میفته. سال 1951، هوای فلوریدای آمریکا گرم و داغ بود. زنی به نام ماری هاردی ریزر یک طبقه از خونش رو اجاره داده بود. میخواست برای انجام یک کاری از مستأجرش کمک بگیره که میره طبقه بالا. دستگیره در رو فشار میده، اما میبینه دستگیره به شدت داغ شده. میترسه و به پلیس خبر میده. پلیس وارد خونه میشه. با صاحب خونه میرن وسط پذیرایی و میبینن یک دست خاکستر روی صندلی قرار گرفته. انگار که مستأجر خونهشون روی صندلی کامل سوخته. تنها جایی هم که از بدن این مستأجر سالم مونده بود قسمت پایین پا و مچ پاهاش بود. یک کفش سیاه هم هنوز توی پاش مونده بود. پلیس شوکه شد، چون هیچ کس وارد خونه نشده بود. مستأجر هم که یک خانوم بود انگار جوری آتیش گرفته که محیط اطرافش رو نسوزونده. فقط کمی از ستون فقرات و جمجمش سوخته نشده کنار صندلی مونده بود. پلیس و آتش نشانی و آسیب شناسان صحنه رو بازدید کردند، اما نمیدونستن واقعا چه اتفاقی افتاده. مگه میشه یک نفر توی خونه بسوزه ولی محیط اطرافش سالم باشه؟ یعنی اگه قرار بود آتش سوزی اتفاق افتاده باشه، باید حداقل صندلی که روش نشسته بود یا محیط اطرافش اثری از آتش سوزی می بود. چیزی که مشخص بود این بود که زن از درون سوخته. یعنی اگه قرار بود کسی اونو آتیش بزنه، دمای خیلی بیشتر نیاز داشت که اون زن آتیش بگیره. اینطوری محیط اطرافش هم می سوخت. اما نوع سوختن طوری بود که انگار از داخل شعله ور شده. رسانه‌های ایالات متحده نمی‌دونستن این خبر رو چطور باید گزارش کنن. بعضی از این رسانه‌ها می‌گفتن احتمالاً یک رعد و برق بهش خورده. بعضی از افراد می‌گفتن که شاید یک شعله مستقیم آتش از پنجره وارد شده. اما هر حرفی که می‌زدن الکی بود، چون هیچ شواهدی برای ادعاهاشون نبود. یکی از بازرسان این پرونده میگفت این عجیبترین اتفاقیه که من در طول عمرم دیدم. یکی از منطقی ترین نظریه هایی که اون زمان واسه این اتفاق ارائه کردن این بود که میگفتن این مستأجر 67 ساله که تنها هم زندگی میکرده، احتمالاً اومده سیگار کشیده و خوابش برده. سیگار روی لباسش افتاده و باعث شده آتیش بگیره. در نهایت هم از جاش بلند نشده و سوخته. اما این نظریه بین مردم رایج بود. متخصصین و دانشمندان اون زمان با این ایده قانع نشدن، چون می گفتن اگر قرار باشه این زن با یک شعله آتش به یک خاکستر تبدیل بشه، باید یک کوره با دمای بیش از 1000 درجه اون رو بسوزونه، نه یک سیگار، چون سوختنش اصلا شبیه چیزی نیست که از بیرون سوخته باشه. ایده های منطقی دیگه هم شکل گرفته بود. مثلا می گفتن یک قاتل این زن رو دزدیده، برده توی یک کوره سوزونده و خاکسترش رو دوباره برگردونده توی خونه و روی صندلی ریخته. بعضی نظرات دیگه هم پیش اومد که جای بحث نداره. مثلا می گفتن شیطان اونو سوزونده یا نیروهای اجنه و فرازمینی باعث سوختن این زن شدن. ولی خب ما با این نظریه ها کار نداریم، چون چندان منطقی به نظر نمی رسن. مخصوصا وقتی که میفهمیم این پدیده
فقط همین یک بار و اون سال هم نبوده. بیش از 200 مورد از بعد قرن 18 گزارش شده بود که میگفتن انسان خود به خود سوخته. اما خب از اونجایی که این پدیده ها قدیمی تر بودن، داستان واضحی از اتفاقاتشون نیست و در کل متخصصان توضیحی واسه این پدیده نداشتن. اما چون دیدن این مورد تکرار شده و در طول تاریخ هم بیش از 200 نفر رو کشته، اومدن روش تحقیق کردن. چند تا متخصص اعتقاد داشتن که اعتیاد به الکل باعث آتش سوزی داخلی بدن شده، چون دیده بودن چند نفر دیگه هم که اینطوری مردن از یک نوع مشروب خاص استفاده می کردن. تو سال 1938 یک نفر توی مقاله نوشت که اعتیاد به الکل مخصوصاً برای زنان مسن باعث این پدیده میشه. توی یه مقاله دیگه نوشته شده بود که قرص خواب برای بعضی از افراد چنین اتفاقی رو رقم میزنه. البته یک شرط دیگه برای این نوع مرگ ذکر شده بود. میگفتن کسی که قرص خواب میخوره باید کنار یک جرقه مثل یک لامپ داغ یا چراغ یا شمع بشینه. بعضی هم چربی بدن رو باعث سوختن میدونستن و میگفتن این واکنش الکل و چربی بدن بوده که جرقه زده و انسان از داخل میسوزه. به هر حال این پدیده چیزی هم نبود که دانشمندا بتونن توی آزمایشگاه بررسی کنن. در نهایت یک زیستشناس بریتانیایی به نام برایان جی فورد سعی کرد نظریه جدید رو مطرح کنه. توی مجله دی نیو ساینتیست توضیح داد که به خاطر نوعی رژیم خاص غذایی و چیزی که بدن تولید میکنه به نام استون، این اتفاق رخ میده. حتی ممکنه در نتیجه یک رژیم غذایی خاص یا دیابت یا نوشیدن مشروبات الکلی اتفاق بیفته. به هر حال دلیل اصلی رو استون میدونست. استون هم همون چیزی هست که برای پاک کردن لاک استفاده میشه. اما این زیستشناس میگه توی بدن هم استون تولید میشه، البته به میزان خیلی کم و به عنوان منبع انرژی توسط سلول‌های زنده سوخته میشه. این ماده قابل اشتعاله، حتی توی نفس انسان هم هست. جی فورد توی مقالش اضافه کرد که لایه‌های چربی بدن هم بعضی وقتا آغشته به استون میشن و باعث میشن به لباس بچسبن. در نتیجه الکتریسیته ساکن باعث شعله‌ور شدن این استون میشه. حالا ممکنه اون شخص با سیگار کشیدن این شعله رو روشن کنه یا کنار یک شمع نشسته باشه، ولی به این صورت میتونه آتیش بگیره. در نتیجه چربی و استون به همراه الکتریسیته ساکن باعث سوختن خود به خود انسان میشه. فعلا هم تنها نظریه مورد قبول برای این پدیده همینه که برایان جی فورد توی مقالش گفته، چون واقعا این پدیده اونقدر عجیبه که نمیشه به شکلای دیگه آزمایشش کرد. اگر شما در مورد این موضوع چیزی شنیدین و یا داستان خاصی رو میدونید توی کامنت ها بنویسید. تا عامل ناشناخته دیگر، بدرود.